روز دوشنبه 27 بهمن نیروهای سرکوبگر انتظامی به کشاورزان شرق اصفهان حمله ور شدند. کشاورزان خشمگین در برابر جنایتکارانی که برای غارت آبشان آمده بودند ایستادند و بعد از درگیری با نیروی سرکوبگر موفق شدند حفاری حریم رودخانه را با لودر صاف کنند. مردم اگه فشارها رو نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه. یک رسانه حکومتی هشدار میدهد این راهی که در مورد کارگران و زندگی و معیشت آنها در پیش گرفته شده ممکن است به نقاط بحرانی برسد. زمانی که به آن موقعیت خطرناک برسیم دیگر هیچ کس نمیتواند مشکلات پیش آمده را برطرف کند. همچنین روز یک شنبه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در تهران و 22 شهر میهن رو در روی غارتگران حاکم تجمع اعتراضی برگزار کردند. 26 بهمن جلوی مجلس. بله، فوران خشم مردم علیه فاسدان. شما نگاه بکنید گزارش های رسمی بین المللی رو درباره رتبه پاکدامنی ایران. در سال 1396 ایران رتبهش 130 بود، رتبه ایران به 149 رسیده. یعنی به موازات افزایش شاخص فلاکت ما با سقوط به ورطه فاسدترین کشورهای دنیا هم روبرو هستیم. روزنامه آرمان ضمن هشدار نسبت به این همه بی‌عدالتی نوشت باید به این موضوع توجه داشت که همه مشکلات یک زمانی دهن باز خواهد کرد و در آن روزی که تحمل بخش اکثریت جامعه به اتمام برسد و کاسه صبر آنها لبریز شود نتایج خوبی را شاهد نخواهیم بود.